انفجار صورت بگیره. نازلن دموکراسی چندین بار این اشاره کردیم و یک کارم فرهنگی کنی دموکراسی اشاره کردیم دلیل این نفرت رو نگفت من برداشتم این است که اشتباهی که در فتحال گذشته اول محاکرتی نداشتیم که استفاد صرفاً طبیعی سیاسی بودیم با یک جنبش اشتباهی قرار عوض بشه یا با یک شخص خوب قرار عوض بشه همیشه این اشتباه رو کردیم به طوری که من معتقدم از انقلاب مشروطه تقریبا با خوبه آقای خمینی ما فقط با معتقد مبارزه کردیم اصلا برداشت از استبداد ما پایه‌های اجتماعیش نداشتیم افشای روایل دوران اصلاح طلبانی که این سوالهای هفتاد ساله جمع میشه که چرا اینطوری میشه ما شروع میکنیم پدیده استبداد رو با تمام ریشههای اجتماعیش یکی از اون ریشههای روحانیته بشنویم من از نظر شما در این مورد چه یعنی ما نمیتونیم هر جا بخوام به مسئله استبداد ظهور دموکراسی برقراری دموکراسی صرفا سیاسی برخورد کنیم و پایههای اجتماعیش رو نبینیم همون اشتباهی خواهی داد که در گذشته کردیم در مورد آقای خلجی من یک عنوانی در تو روحانیت دارم به نظر من چرا رابطه روحانیت با مردم رو خیلی یک طرفه از بالا با پایین میدیم این در فهمی اول درست به نظر اون چنین خواهد آمد ولی شما در انقلاب مشروطه جنبش اجتماعی باعث شرط شدن روحانیت من از یه عدهاش دستور میدم یه دیگر رو اعلام کنیم در جنبش سبز دو مرتبه همین جنبش اجتماعی چنان روحانیت رو شرط کرده روحانیتی که با تمام اون تشکیلات سیاسی به شما صحبت شده کنید چنان جنبش اجتماعی روحانیت رو شرط کرده که جا بوده همیجا بودی ها بخوشید بنابراین همون به خودتون گفتید روحانیت فقط اون نقشه گذشتش رو نداره ما بازتعریف نقش روحانیت با این اختلافات درونی شد سازمان دموکراسی کارم هم قبول دارم بنابراین بازتعریف روحانیت قرار درونی باشد ببینید اون بحثی که در مورد پایه‌ها و زیرساخت‌های دموکراسی فرمودید کاملا درسته من در ابتدای صحبت هم اشاره کردم که اگر ما بخواهیم درک بکنیم این فاجعه رو که در طول 150-60 سال گذشته باش روبرو بودیم فاجعه استبداد رو تحلیل کنیم یک وجهش این وجوه گفتمانی و ایدئولوژیست وجوه دیگری هم داره که خب طبعا من نمیرسیدم اینجا بهش بپردازم اما در مورد کند بودن فرایند دموکراسی من فقط به یک وجهش اشاره میکنم اون هم وجه مصالحه پذیری است در همه جوامعی که دموکراسی پیش رفته در این فرایند 50 ساله 100 ساله 200 ساله گروه های اجتماعی اقشار اجتماعی و نمایندگان اینها یک نوع ظرفیت نشون دادن برای مصالحه پذیری برای اینکه بر سر برخی موضوعات چانه زنی کنن از موضوعاتی کوتاه بیان و برخی از خواسته هاشون رو به طور موقت کنار بگذارن متاسفانه در ایران به دلیل اینکه این فرایند مصالحه پذیری فرایند کندی است گروه های اجتماعی باید در کنار هم بشینن گروه های باید باشه که اینها رو به هم نزدیک کنن لابی کنن واسطه گری کنن بین اینها چون این فرایند کندی است و درد سر آوره و پیشبینی ناپذیره تهش روشن نیست ته استبداد روشنه امروز که آقای خامنه‌ای بر سر کار باشه مشخص است که در 5 سال آینده در ایران چه اتفاقاتی خواهد افتاد ولی فرآیند ولی جامعه دموکراتیک جامعه‌ای نیست که شما به سادگی این فرآیند رو عرض می‌کنم ها در یه جامعه‌ای که دموکراسی جایگزین شده بسیاری از روندها قابل پیشبینی پذیر میشه اما در فرایند دموکراتیزاسیون بسیاری از امور قابل پیشبینی نیست به همین دلیل نخبگان ما، روشنفکران ما، نیروهای فعال سیاسی ما در دوره هایی بالاخص در دوره اقتدارگرایی نوسازی محور در دوره رضا شاه یا در دوره آقای هاشمی اقتدارگرایی توسعه محور اصولا دموکراسی رو به حاشیه روندن
گفتم حالا فعلا بگذاریم کنار باشه، کاری بهش نداشته باشیم، فعلا برنامه توسعه رو پیش ببریم تا ببینیم که مراحل بعدی کارمون چه خواهد شد. دلیلش در سطح سیاسی مصالحه ناپذیری نیروهای اجتماعی است، اما در سطح اقتصادی دلایل خاص خودش رو داره، در سطح فرهنگی به فرهنگ سیاسی ما برمیگرده، در حوزه سیاست گذاری اصولا مشکل اساسی ما این است که جامعه ما ظرفیت سیاست گذاری شفاف و روشن رو در دوره های متمادی نداشته، یعنی به دلیل اینکه حکومتی شفاف و پاسخگو نبوده، سیاست‌هاش هم به صورت شفاف و روشن عرضه نمی‌شده که در عرصه عمومی این سیاست‌ها مورد نقادی قرار بگیره و بعد گروه‌ها و در هر گونه انتخابات، حتی انتخابات مهندسی شده، بر اساس سیاست‌ها به میدان رقابت بیاد. همین نکته که می‌فرمایید در مورد اشخاص، تأکید بر استبداد، ما هنوز این نکته در انتخابات حداقل داریم. بسیاری از مبارزات انتخاباتی در ایران مبارزات انتخاباتی شخص محور تا برنامه محور تا سیاست محور. در مورد یکی باشه رمده رابطه روحانیت و مردم کاملاً حق با شماست. من نکته رو که دوست داشتم اشاره بکنم در صحبتم و بهش فرصت نشد اینه که در تحلیل روحانیت نباید روحانیت رو یک پدیده یا نهاد مجزا از دیگر پدیده ها و نهادهای اجتماعی در نظر گرفت و اساساً این نادرست است. همیشه باید روحانیت رو در رابطه با قدرت سیاسی، در رابطه با دیگر نهادهای اجتماعی، در رابطه با مشتریانش، در رابطه با دیگر روابط و مناسبات اجتماعی همیشه روحانیت معنی میده، همونطور که هر پدیده همیشه در رابطه معنی میده، هیچ پدیده مستقل نیست. اما در مورد اینکه روحانیت در دوران مشروطش دوشرخه شده، من عرض کردم این که اساساً روحانیت در اون دوره هاست که به وجود میاد، یعنی چیزی به نام روحانیت به وجود میاد و طبیعتاً رقباش هم، یعنی روحانیت با رقباش قدم به عرصه وجود میذاره. این روایت رو که روحانیت چقدر نقش داشتن در عصر مشروطیت، من با این روایت رسمی خیلی موافق نیستم و مجال بحث درباره اون هم اینجا نیست. اما در مورد روحانیت و جنبش سبز، این هم یک در حقیقت میشه گفت که مبالغه مستعاری است که در رسانه ها میکنند در اینکه روحانیت دوشرخه شده در زمینه جنبش سبز و یه عده خیلی زیادی طرفدار جنبش سبز هم، یه عده دیگه هم نیستن، یا یک روحانیت حکومتی داریم یه روحانیت غیر حکومتی. یعنی من روحانیت سازمان میبینم، یک سازمان بسیار منسجم میبینم. این که یک عده قلیلی، یک اشخاص قلیلی در این روحانیت ناراضی باشن یا اینکه مخالف حکومت باشن، در هیچ تأثیر در این تحلیل من نمیذاره. چرا؟ به دلیل اینکه این اشخاص قلیل، یعنی درست اثبات میکنه حرف من رو، به دلیل اینکه این اشخاص قلیل به سرعت از سازمان روحانیت دفع میشن، اتفاقی که قبلا نمیفته. شما تصور کنید که اسم مثلا مشتری شبستری بود، میاد یه حرفایی میزنه که این حرفا با ایدئولوژی روحانیت حاکم سازگار نیست، دفع میشه، دیگه روحانیت اون رو روحانی نمیدونه، حتی آقای مشتری لباس روحانیش هم در میاره. آقای کدیبر که یک روحانی است که از نظر سیاسی مخالف جمهوری اسلامی یا برخی از سیاست‌های اون هست، دیگه نمیتونه در قوم باشه. آقای سانهی حتی که مخالف هست، دیگه نمیتونه درس بده، دیگه نمیتونه فعالیت خودش رو بکنه. زمانی میشد بگیم که روحانیت دو شقه شده، که در حقیقت یک بخشی از روحانیت میتونست روحانی باشه، در درون سازمان روحانیت هم باشه و در حقیقت با اون بخش حاکم ناسازگار باشه. بعد خیلی خوب بود که یک بخشی از روحانیت با جنبش دموکراسی خواهی در ایران هم راهی و همپایی میکرد، ولی من فکر میکنم این یک رویاست. روحانیت با دموکراسی سازگار نیست.
دلیلش هم اینه که دموکراسی در درجه اول مفهوم رفع تبعیض هاست. تبعیض هاییست که در جمهوری اسلامی ساختاری است. تبعیض بین روحانی و غیر روحانی، تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، تبعیض بین قومیت ها، اینها در ساختار قانونی و سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره. این تبعیض کاملا به نفع حیات و دوام و اقتدار روحانیت است. روحانیت به هیچ وجه خواستار یک نظام دموکراتیکی که در اون تبعیضها از بین برن نیست و اگر یک موقع چنین کرد شما باید خیلی تعجب کنید، بپرسید عجب روحانیت چرا میخواد خودش رو از این همه مواهب و امتیازات و امکانات محروم بکنه. باید یک دلیلی وجود داشته باشه برای این موضوع. من خیلی برای اون روحانیان معدودی که در حقیقت از بدنه روحانیت حالا به دلیل اخلاقی، به دلیل صداقتشون، به دلیل وجدانشون کناره گیری میکنن، من دیگه اونها رو جز سازمان روحانیت محسوب نمی کنم و مسئله من هم اونها نیست. مسئله من سازمان روحانیت هست. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که به نام نهاد روحانیت سرمایه های عظیم، منابع عظیم مالی و مادی داره، شبکه ارتباطات اجتماعی داره و یک بوروکراسی داره. در حقیقت این اون چیزی که من اسمش رو روحانیت میذارم، نه چند شخصی که روحانی هستن. و نقش روحانیت عوض شده و عوض خواهد شد و همینطور همه چیز تغییر میکنه. یعنی هر شکلی جامعه ایران بگیره متناسب با اون هر نقش روحانیت عوض میشه و این